به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت دانشپژوهان و همراهان عزیز فرادرس. میراج سادات ملکوتی هستم دانشجوی دکترای پابلیک ادمنستریشن از دانشگاه HUSD چین. خیلی خوشحالم که با آموزش آشنایی با مقاله نویسی به شیوه گرند تئوری یا نظریه مبنایی در خدمت شما عزیزان هستم. این دوره آموزشی برای فرادرس تهیه شده و با یادگیری این مباحث میتونید با مقاله نویسی به روش گرند تئوری یا نظریه مبنایی که یکی از روش های نگارش مقاله نویسی کیفی هست آشنا بشید. در ابتدا لازمه که یه مقدمه در مورد اینکه نظریه مبنایی یا گرند تئوری چه هست داشته باشیم. این روش یه روش کیفی استقراییه که در سال 1967 توسط گلیزر و استراوس به وجود اومد. پس با توجه به کیفی بودن این روش برخلاف روش های کمی با آمار توصیفی و استنباطی و اندازه گیری داده ها و به طور کلی با آمار و ارقام در این روش کاری نداریم. همطور که میدونید از روش های کیفی برای به دست آوردن اطلاعات از پدیده های کمتر شناخته شده یا مسائلی که آگاهی کمی در موردشون داریم استفاده میشه. همچنین روش های کیفی در مقایسه با روش های کمی جزئیات دقیقتری از پدیدهای مورد مطالعه ارائه میدن و در نظر داشته باشیم که یه روش کیفی هیچ وقت از یه نظریه شروع نمیشه که بعدا اون رو بخوایم اثبات یا رد بکنیم بلکه یه پدیده از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میگیره و به نوعی محقق در حین جمع دادهها داده ها و بعدا در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها یه نظریه هم به وجود میاره نظریه مبنایی به عنوان یکی از روش های کیفی از این قاعده مستثنا نیست پس روش نظریه مبنایی یه روش پژوهش اکتشافیه و به محقق این امکان رو میده زمانی که امکان اثبات یا رد یه فرضیه وجود نداره خودش به تدوین یه نظریه هم بپردازه پس میتونیم بگیم که پجوهش های نظریه مبنایی با روی کرده کیفی به دنبال پاسخگویی و حل یه مسئله هستند از طرفی عمد روش های گردآوری داده ها در روش های کیفی مصاحبه مشاهده و روش بحث گروهیه که با استفاده از هر کدوم پژوهشگر به یه سری از داده های کلامی و متنی دست پیدا میکنه و از اونها میتونه توصیف های کلامی، ادراکی، تحلیلی و حتی طبقه بندی شده ارائه بده. در این قسمت لازمه که بررسی کنیم چه زمانی باید از نظریه مبنایی استفاده بشه. از اونجا که روش نظریه مبنایی به بررسی ساختارمند داده های کیفی با هدف تولید نظریه میپردازه میشه گفت که این روش در مورد مسائلی به کار میره که خیلی روشون کار نشده و دانش کافی پیرامون اون مسئله وجود نداره و حتی فاقد هر گونه پیشینه پژوهش و نظریه هستند و محقق با بررسی دقیق و داشتن یه روی کرده اکتشافی خودش یه نظریه در رابطه با اون موضوع خاص به وجود میاره. پس نمانی از این روش استفاده میشه که یا در مورد موضوع مورد مطالعه اطلاعات کافی وجود نداره و دانش ما به خصوص دانش نظری ما در اون زمین محدوده و یا از قبل تحقیقاتی پیرامون اون موضوع مشخص شده انجام شده اما نتایجه به دست اومده اونطور باید و شاید جامع و کافی نیست. پس روش نظریه مبنایی کارش ساختن نظریه است تا اینکه نظریه رو آزمایش و تست کنه که مجموع عواملی که محقق در حین تحقیق به کار میبره بتونه منجر به خلق یک دانش جدید به شکل یک نظریه بشه. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که روش نظریه مبنایی داره این ویژگی هاست برای کشف حقایق یا فهم عمیق مسائل اجتماعی و انسانی کاربرد دارند پدیده‌ها به صورت اکتشافی فهم و شناسایی میشن مراحل جمع‌آوری داده و تحلیل داده به طور همزمان اتفاق میفته دادهها عموماً واقعی طبیعی و کنترل نشده هستند از طرفی رابطه بین پدیده ها و متغیرها بر اساس نتایجی که محقق به صورت ملموس از داده ها به دست آورده و یافتهها عموماً عموما غیر قابل تعمیمند و فقط خاص اون نمونه آماری تحقیق میشن. هدف تدبین یک نظریه است تا آزمون یک فرضی و نظریه و اینکه روند شکلگیری نظریه به شکل استقرایی و حرکت از جز به کل هست. در این بخش قصد داریم به مزایای استفاده از نظریه مبنایی اشاره کنیم و در بخش بعدی به محدودیت های استفاده از نظریه مبنایی اشاره میشه. به علت حضور مستقیم محقق در فرایند تحقیق امکان بررسی دقیق، عمیق و همه جانبه یه مسئله مورد تحقیق هست. پس یافته ها میتونن با دقت بیشتری دنیای واقعی در رابطه با مسئله تحقیقمون رو نشون بدن. از طرفی این روش برخلاف روش های دیگه تحقیق یه روش تحقیق قوی و استقرایی برای کشف و تدوین نظری های جدیده. مرحله جمعوری داده و تجزیه تحلیل داده ها به شدت در هم تنید است و این مسئله فرایند تجزیه و تحلیل رو ساده میکنه و کمک میکنه که این اطمینان حاصل بشه که داده هایی که جمع میشن به اندازه کافی برای توضیح یافته هایی حاصل از تجزیه و تحلیل کافی هستند. از اونجا که دو مرحله جمع وری داده و تجزیه تحلیل در هم تنیده هستن اون چی که از داده ها استخراج میشه در واقع همون چیزیه که باید باشه پس داده ها سوگیری کمتری دارن اما محدودیت های استفاده از نظریه مبنایی این روش هم مثل بقیه روش های تحقیق محدودیت های خاص خودش رو داره. مثل اینکه امکان تعمیم نتایج تحقیق به جامعه آماری و یا نمونه بزرگتر نیست و نتایج به دست اومده فقط در اون نمونه مورد نظر قابل اعتماد و قابل تعمیمه. از طرفی مرحله یک گردآوری تحلیل و تفسیر اطلاعات زمان بره. غیر قابل پیش بینی بودن مرحله جمعآوری داده ها از دیگر محدودیت این روشه. چون محقق قبل از مرحله جمع داده نمیتونه پیش بینی کنه که چه مقدار داده لازم داره که بتونه اونها رو تحلیل و تفسیر کنه. در این روش پژوهشگر به طور مداوم باید داده ها رو جمع و, و تجزیه و تحلیل کنه تا زمانی که به اشباه نظری برسه. منظور از اشباه نظری نقطه ایه که در اون داده های جدید چیزی رو به یافته ها اضافه نمیکنه. چالش در تجزیه و تحلیل داده ها یکی دیگه از محدودیت این روشه از این جهت که کار باید از قدرت بالایی در تجزیه و تحلیل برخوردار باشه چون محقق باید مدام به مقایسه و انتخاب بین موارد مختلف از بین داده‌ها دست بزنه که این به خودی خود میتونه چالش برانگیز باشه بررسی اجمالی از های اصلی نظریه مبنایی توی این بخش قرار یه مرور کلی داشته باشیم از اینکه به چه شکل میتونیم از این روش در تحقیقاتمون و نگارش مقاله استفاده کنیم و بعد در ادامه در فصل سه به شرح کامل هر کدوم از این مراحل میپردازیم. به طور کلی مراحل اصلی انجام یه مقاله بشی به این نظریه مبنایی یا گرند توری به این ترتیبه. تبین و شرح مسئله مورد تحقیق توی مرحله باید دقت کنیم که مسئله مورد تحقیق ما باید به خوبی تبین بشه و باید به طور دقیق اشاره کنیم که چه مسئله وجود داره که ما میخوایم در موردش تحقیق کنیم و چرا این مسئله رو ما برای پژوهشمون انتخاب کردیم از طرفی باید به نو و جدید بودن مسئله و یا اینکه تا قبل از اون تحقیقات زیادی پیرامون و مسئله انجام نشدم اشاره کنیم چون همونطور که گفتیم روش گرند توری به این دلیل به عنوان روش تحقیق انتخاب میشه که مسئله پژوهش ما جدید و نو باشه و یا قبلا در اون هیته منابع زیادی وجود نداشته باشه مرحله دوم تعیین سوالات اولیه تحقیقمونه توی این بخش بهتره که با سوالات اولیه و کلی شروع کنیم. توی این قسمت باید از قبل ایدهای برای پدیده و ای که سعی در توضیح اون داریم داشته باشیم. این سوالات اولیه میتونه کمک و راهنمای ما توی مرحله تجزیه و تحلیل باشه که اونجا میخوایم پاسخ سوالاتمون رو بدیم. پس سوالات باید به گونه ای طراحی بشن که با داده ها و در مرحله تجزیه و تحلیل بتونیم یه پاسخ صحیح برای اون سوالات پیدا کنیم. مرحله سوم انجام نمونه گیریه نمونه گیری توی این روش عموما نمونه گیری از نوع هدفمنده. در روش گرند توری چون نمونه ای که در دسترس محدوده پس نمونه گیری بر مبنای قضاوت پژوهشگر انجام میشه. این نوع نمونه گیری معمولا در تحقیقات به روش کیفی انجام میشه. یعنی شخص محقق نظر میده که با توجه به موضوع و مسئله چه مواردی برای مطالعه انتخاب بشن و برای انتخاب اونها ویژگی های خاصشون که مرتبط با موضوع هستن رو در نظر میگیره. به عبارت دیگه همونطور که از اسم این روش پیداست نمونه گیری باید بر طبق یه هدفی که داریم انجام بشه. مرحله بعدی مرحله چهارم جمع وری داده ها و اطلاعاتمونه. که توی این مرحله با استفاده از نمونه گیری هدف من باید داده ها از روش مصاحبه و مشاهده یا روش های دیگه یا تلفیقی از این روش ها جمع وری بشن. مرحله پنجم تهیه رونوش از متن مصاحبه انجام شده است. مصاحبه ها میتونه با اجازه مصاحبه شوندگان ضبط بشه و بعد اونها رو به یه رونوشت تبدیل کرد تا برای مرحله تجزیه و تحلیل آماده بشن. در مراحل بعدی که جز اصلی ترین مراحل انجام کار ما محسوب میشه یعنی مرحله ششم تا دهم ده به کدگذاری ها و نحوه انجام اونها و تجزیه و تحلیلشون و در نهایت تدوین نظریه بر اساس اونها اشاره میشه. مرحله ششم انجام کدگذاری باز هستش. بعد از تهیه رونوشت از مصاحبه ها میتونیم مرحله کدگذاری باز و محوری رو شروع کنیم. توی کدگذاری باز اول نامگذاری و معقوله بندی پدیده ها از راه بررسی دقیق داده ها و متن مصاحبه انجام میشه. توی این مرحله مدام معقوله هایی که از متن مصاحبه استخراج شده رو با هم باید مقایسه کنیم و به شباهت و تفاوت معقوله ها توجه کنیم. مثلا میتونیم ای که از صحبت‌های یه شخص استخراج کردیم رو با معقولات مشابه با افراد دیگه با تجربیات مشابه که به اون معقوله اشاره کرده رو مقایسه کنیم. پس به طور خلاصه تو این مرحله مقایسه بین این موارد انجام میشه. یک مقوله های مختلف از صحبت های یک شخص دو مقوله های مشابه از صحبت های افراد مختلف در حین این مقایسه ها هم لازمه که ما همزمان تحلیل خودمون رو به عنوان پژوهشگر داشته باشیم و اونها رو یادداشت کنیم. یادداشت برداری میتونه راهی مناسب برای بررسی تناقض ها باشه و در نهایت این یادداشت برداری ها توی مرحله آخر میتونه تبدیل به نظریه که میخوایم داشته باشیم بشه. همونطور که معقولایی که از داده های مصاحبه به دست میاد رو با هم مقایسه میکنیم میتونیم به دنبال مجموعی از مفاهیم و معقولات هم باشیم که یک ایده یا ایده های مشترکی رو نشون میده و اونها رو بر مبنای همیشه باید گروه بندی کنیم. برای این کار میتونیم از یک کد برای گروه بندی ها استفاده کنیم. منظور از کد اختصاص یه عدد نیست بلکه کد ها مثل یه برچسب هستن که به بخش های انتخابی از متن ها اختصاص داده میشه. مرحله بعدی انجام کدگذاری های محوری هستش. همطور که در مرحله قبل بخشی از کدها رو به روش کدگذاری باز انجام دادیم حالا توی این مرحله باید به مقایسه کدها با هم بپردازیم. و سعی کنیم تا بین کودهای ارتباطی برقرار رو کنیم تا اونها رو بتونیم در یک دسته مشخص و مشابه دسته بندی کنیم. این مرحله ای که کودگذاری محوری نام داره مرحله ایه که در اون بین کودها سعی می کنیم محورهایی رو پیدا کنیم تا از طریق اونها کودهای مشابه و یکسان رو به هم متصل کنیم. این مرحله رو هم میتونیم به صورت دستی هم با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی انجام بدیم. مرحله هشتم در واقع تکرار مراحل سوم تا هفتم هستش تا رسیدن به اشباه نظری اگر در حین کدگذاری و مقایسه بین کدها و معقولات مقایرت یا تناقضی دیدین ممکنه لازم باشه تا مراحل قبل رو مجدد تکرار کنین و یا نیاز باشه که داده های بیشتری جمع بشه تا بتونیم این ها و مقایرت ها رو رفع کنیم حتی اگر داده های جدیدی با این کار به داده های ما اضافه بشه میتونیم بگیم که نشونه خوبیه و این مسیر رو تا زمانی میتونیم ادامه بدیم که به اشباع نظری برسیم منظور از اشباع نظری یعنی جایی که احساس می کنیم که داده های جدید چیز جدیدی به داده های ما و حتی کودهای ما در مراحل کدگذاری اضافه نمی کنه و اینجاست که میتونیم وارد مرحله بعدی تحقیقمون بشیم. مرحله نهم جز آخرین مراحل از کدگذاری ها محسوب میشه. در واقع این مرحله مرحله تعریف ایده ای اصلی به دست اومده از کدگذاری های مراحل قبلی محسوب میشه. حالا که مطمئن شدیم که در جمعآوری داده ها به اشباع نظری رسیدیم میتونیم داده های خودمون رو وارد مرحله کدگذاری انتخابی کنیم. با کدگذاری انتخابی همه کودها و مقولات زیر مجموعه یه دسته و مجموعه اصلی قرار میگیرن. این مقوله اصلی نشون دهنده ایده اصلی تحقیق و نظریه ما محسوب میشه. حالا این ایده اصلی میتونه از قبل در مراحل کدگذاری باز و محوری وجود داشته باشه و هم میتونه در یک کدگذاری جدید از میان همه داده های موجود استخراج بشه. مرحله دهم ده که آخرین مرحله ما هست نگارش نظریه پایه و اصلیه. زمانی که کدگذاری انتخابی انجام شد و ایده اصلی مشخص شد و از طرفی از رسیدن به اشباه نظری هم مطمئن شدیم وقت اون رسیده که نظریه جدید خودمون رو بسازیم. از دست ها و یادداشت ها و داده های کدگذاری شده میتونیم برای توصیف نظریه جدیدمون استفاده کنیم. در این مرحله از کدگذاریه که مدل پارادایمی خودمون رو میتونیم طراحی کنیم. و از داده ها و کدگذاری های باز و محوری و در طی مرحله کدگذاری انتخابی یه معقوله به عنوان معقوله مرکزی انتخاب میشه و سایر معقولات دیگه تحت عنوان شرایط علی راهبردها، شرایط زمینه شرایط مداخلگر و پیامدها در ارتباط با معقوله یا پدیده ی مرکزی قرار میگیره که توی فصل سه به توضیح هر کدوم از این معقولات میپردازی. و در نظر داشته باشیم که گرند تئوری فرایند خطی نیست که توی اون داده ها جمع بری بشن بعد اونا رو تجزیه و تحلیل کنیم و بگیم که کارمون تموم شد این روش یه روش تحقیق غیر خطیه که شامل گذر از یه مرحله به مرحله دیگه به شکل تکرار شوند است یعنی شما ممکنه توی مراحل تحقیق به مرحله قبلی هم برگردید مثلا در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها این امکان وجود داره که شما دوباره برگردید به مرحله جمع دادهها داده ها و نیاز باشه که باز هم اطلاعات جدیدی جمع کنید. پس این گزاره درسته که در گرند تئوری مراحل جمع داده و تجزیه و تحلیل یه جورایی با هم دیگه هستن و نمیشه به صورت تفکیک شده به هر کدوم از این مراحل نگاه کرد. پس این روش یه روش تحقیق چرخشیه تا خطی. توی فصل 3 به شرح کامل هر کدوم از این مراحل با ذکر مثال و جزئیات بیشتر میپردازیم.